6 روز بعد عیسی پتروس و یعقوب و برادرش یوحنا را برگرفت و آنان را با خود بر فراز کوهی بلند به خلوت برد. در آنجا در حضور ایشان سیمای او دگرگون شد. چهره اش چون خورشید می درخشید و جامه اش همچون نور سفید شده بود. در این هنگام موسی و ایلیا در برابر چشمان ایشان ظاهر شدند و با عیسی به گفتگو پرداختند. پتروس به عیسی گفت: ای سرورم، بودن ما در اینجا نیکوست. اگر بخواهی سه سرپناه می سازم، یکی برای تو، یکی برای موسی و یکی هم برای ایلیا. هنوز این سخن بر زبان پتروس بود که ناگاه ابری درخشان ایشان را در بر گرفت و ندایی از ابر در رسید که این است پسر محبوبم که از او خوشنودم، به او گوش فرادهید. با شنیدن این ندا شاگردان سخت ترسیدند و به روی بر خاک افتادند. اما عیسی نزدیک شد و دست بر آنان گذاشت و گفت: برخیزید و مترسید. چون چشمان خود را برافراشتند، هیچ کس دیگر را ندیدند جز عیسی و بس. هنگامی که از کوه فرود می آمدند، عیسی به آنان فرمود: آنچه دیدید برای کسی بازگو نکنید تا زمانی که پسر انسان از مردگان برخیزد. شاگردان از او پرسیدند: چرا علمای دین می گویند که نخست باید ایلیا بیاید؟ پاسخ داد: البته که ایلیا می آید و همه چیز را اصلاح می کند. اما به شما می گویم که ایلیا آمده است ولی او را نشناختند و هر آنچه خواستند با وی کردند. به همین سان پسر انسان نیز به دست آنان آزار خواهد دید. آنگاه شاگردان دریافتند که درباره یحیای تعمید دهنده با آنها سخن می گوید. چون نزد جماعت بازگشتند، مردی به عیسی نزدیک شد و در برابر او زانو زد و گفت: سرورم، بر پسر من رحم کن. او سر دارد و سخت رنج می کشد. اغلب در آتش و در آب می افتد. او را نزد شاگردانت آوردم ولی نتوانستند شفایش دهند. عیسی در پاسخ گفت: ای نسل بی ایمان و منحرف، تا به کی با شما باشم و تحملتان کنم؟ او را نزد من آورید. پس عیسی بر دیو نهیب زد و دیو از پسر بیرون شد و او در همان دم شفا یافت. آنگاه شاگردان نزد عیسی آمدند و در خلوت از او پرسیدند: چرا ما نتوانستیم آن دیو را بیرون کنیم؟ پاسخ داد: از آن رو که ایمانتان کم است. آمین به شما میگویم، اگر ایمانی به کوچکی دانه خردل داشته باشید، میتوانید به این کوه بگویید از اینجا به آنجا منتقل شو و منتقل خواهد شد و هیچ امری برای شما ناممکن نخواهد بود. اما این جنس جز به روز و دعا بیرون نمی رود.